وقت بخیر میگم به شما بینندگان محترم شبکه رسا. امروز با برنامه ویژه در خدمت شما هستیم. گفتگویی داریم با مشاور ارشد جناب آقای مهندس میرحسین موسوی که در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر اردشیر ارجمند در استدیوی رسا هستند و این گفتگو رو باشون آغاز میکنیم. جناب آقای دکتر خوش آمد میگم بهتون، از اینکه در خدمتتون هستیم خوشحالیم. خیر مقدم میگم و سوالم رو با این موضوع شروع میکنم که در ارتباط با بیانیه ها و اطلاعی هایی که جناب آقای مهندس موسوی داشتن از فاصله پیش از انتخابات تا زمان حصرشون، ما نوعی حرکت رو به جلو و مواضع محکم و شفافتری رو نسبت به گذشته از ایشون میبینیم و حتی شاهدیم که شاید رویکرد و گفتمانشون از عدالت محوری در زمان انتخابات و پیش از انتخابات به رویکرد آزادی محور تغییر کرده و شاید خیلی بیشتر نمود پیدا کرده. در این ارتباط میخواستم برامون توضیح بدید این تغییر از کجا ناشی میشه؟ بنده هم خدمت سرکار عالی و بینندگان محترمتون سلام عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. اگر که به مجموعه مبارزات انتخاباتی دو همراه اصلی جنبش توجه بشه، مشاهده میکنیم که هم در مواضع جناب آقای کروبی و هم در مواضع جناب آقای مهندس موسوی بحث حقوق بشر، آزادی، دموکراسی، وقع تعیین سرنوشت جایگاه ویژه‌ای داشته و هر دو بیانیه‌های حقوق بشر صادر کردند و مواضع حقوق بشری خودشون رو اعلام کردند که فکر میکنم از اولین بیانیه های هر دو بوده. به عبارت دیگر ما شاهد یک نقطه اشتراک معناداری هستیم که امروز جنبش رو خیلی کمک میکنه، اینکه این دو کاندیدا هر دو در برخی از زمینه ها به ویژه مواضع حقوق بشری اشتراک قابل توجهی داشتن. با این حساب این تحلیل رو رد میکنید که این در واقع تغییرات در نتیجه تقلب در انتخابات و اتفاقاتی بود که بعد از انتخابات رخ داد و حوادث بعد از انتخابات؟ ببینید، تحولات رو بنده رد نمیکنم. شفافیت در مواضع، تفصیل مواضع یک بحث کاملا طبیعی هست. حتی طبیعی هستش که افرادی که در جنبش مؤثر هستن همراه جنبش تحول پیدا بکنن، حتی مواضعشون تغییر پیدا بکنن. اینو باید حتما به فال نیک گرفت، یعنی اساسا باید اینطور باشه که کسایی که هدایت، رهبری، حمایت از یک جنبش مردمی رو بر عهده دارند همراه با تغییر شرایط و اوضاع احوال، البته با پایفشاری به اصول بنیادین خودشون، تحولات در نظر بگیرن و متحول بشن، موازشون روشنتر و شفافتر و منطبق با شرایط و اوضاع احوال لازم باشه. خب این رو اصلا در صدد نفیش نیستیم، بلکه باید مشخص کنیم که این تحولات چگونه رخ داده. سوال که حضرت عالی می‌فرمایید در مورد رابطه عدالت و آزادی بیشتر. بله. حالا من اینو همونجوری که شما سوالتون بود به مواضع آقای مهندس موسوی محدود می‌کنم و در کل جنبش رو بحث نمی‌کنم. ببینید، آقای مهندس موسوی از ابتدا بر بحث عدالت جویی و عدالت طلبی تاکید داشت. البته این یک تعبیری از عدالت مورد توجه بود. اون تعبیر رو برای ما می‌فرمایید؟ بله.
ببینید یکی از شعارهای آقای مهندس موسوی، شعارهای شاید مهم آقای مهندس موسوی، امنیت انسانی بود که در واقع گفته میشد که آزادی از ترس، رهایی از نیاز. به عبارت دیگر گفته میشد که آزادی و عدالت دو معقوله متضاد مقابل یکدیگر نیستن، بلکه لازم و ملزوم هم دیگر هستن. عدالت بدون آزادی امکان پذیر نیست و آزادی بدون تحقق عدالت محقق نمیشه. به نظر من میرسه که یک موضع کاملا روشن و شفاف بود و همچنان عدالت جایگاه بسیار مهمی در مواضع آقای مهندس موسوی داره. تا لحظه، تا آخرین بیانیه آقای مهندس موسوی، عدالت جایگاه بسیار مستحکم و مهمی در مواضعش داشته، همچنان که عدالت و همچنان که آزادی داشته، همچنان که حقوق بشر داشته. به عبارت دیگر اگر شما به بحث حقوق بشر نگاه بکنید، حقوق بشر وجوه متفاوتی داره. اگر شما از حقوق مدنی سیاسی صحبت میکنید، در کنارش حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی هم هست و ما اساساً نباید به دنبال این باشیم که بخوایم آزادی رو در مقابل عدالت قرار بدیم یا عدالت رو در مقابل آزادی قرار بدیم. بگوییم اگر بخوایم عدالت به دست بیاریم، باید از آزادی ها صرف نظر کنیم. این یک تجربه بسیار منفی بوده که ما قبلا در نظام های کمونیستی شاهدش بودیم و دیدیم که چگونه آزادی رو در پای عدالت که واقعا به معنای واقعی عدالت نبوده، یک عدالت واهی قربانی کردند. و همچنین گاهی هستش که شما از آزادی چنان صحبت میکنی که در واقع بحث معیشت مردم، زندگی مردم، اون بخشی از توانایی هایی که لازم است مردم به دست بیارن تا بتونند از آزادی های خودشون بهره مند بشن رو فراموش میکنید. این به نظر ما میرسه که هر دو وجه باید مورد توجه قرار بگیره. اگر من آزاد هستم که هر کاری که میخواهم انجام بدهم، با توجه به حقوق دیگران، میباید که توانایی این کار داشته باشم. به دست آوردن این توانایی مستلزم عدالت هست. بدون عدالت من این توانایی ها را به دست نخواهم آورد. به این جهت هستش که به نظر ما میرسه که بحث عدالت بحث بسیار حائز اهمیتی است، همچنان که بحث آزادی بحث حائز اهمیتی است. بدون آزادی عدالت تقوا پیدا نمی کنه، بدون عدالت آزادی نخواهد بود. همچنان که این بحث در رابطه با آزادی و استقلال هم مطرح میشه، بعضی از وقتا به گونه‌ای صحبت میشه که انگار اگر ما آزادی خواستیم باید حتما استقلال رو از دست بدیم، یا اگر رفتیم دنبال استقلال باید به گونه‌ای باشه که آزادی ها دیگه منتفی بشه و استقلال مستلزم محدودیت نامشروع آزادی هاست. همچین چیزی نیست. در اونجا هم همین هستش که به استقلال واقعی مبتنی بر آزادی های فردی و آزادی شهروندانه و بدون این آزادی استقلال تامین نمیشه. همچنان که ما باید توجه داشته باشیم که حق تعیین سرنوشت جمعی هم برای همه ما لازم هست. استقلال هم وقتی واقع بشه، ما در درون یک کشور مستقل هستش که میتوانیم واقعا آزادانه رفتار بکنیم. خب شاید مهمترین همپوشانی بین آزادی و عدالت رو روی بحث های برابری های قومیتی، جنسیتی و برابری های و عدالت مذهبی بشه دید، به این عنوان که ما آزادی اقلیت های مذهبی، آزادی گرایش های سیاسی، آزادی در واقع قومیت ها رو به رسمیت بشناسیم و در این حال حقوق برابری برای اونها به عنوان شهروند قائل باشیم. از این جهت بحث رو میارم روی این موضوع و روی بحث منشور جنبش سبز که مشخصا نفی کرده هر گونه تبعیض جنسی
قومی و مذهبی رو و تأکید کرده بر این موضوع. شما فکر میکنید این منشور نگاه تازه‌ای داشته به حقوق از دست رفته اقلیت‌های ما؟ حالا این اقلیت‌ها رو من حتی میتونم مشخصاً حتی در مورد زنان هم بگم، یعنی به هر حال حقوق از دست رفته نیمی از جامعه هستن. آیا این منشور تونسته اون نگاه برابری جویانه و عدالت خواهانه‌ای که آقای مهندس موسوی هم برش تأکید داشتند دنبال کنه؟ ببینید توجه داشته باشیم که اگر ویرایش اول منشور در واقع به امضای مهندس موسوی رسیده، ویرایش دوم مورد تایید هر دو رهبر جنبش بوده. درست. اینو در نقطه اول بهش توجه داشته باشیم، یعنی منشور دوم تنها موازه های مهندس موسوی محسوب نمیشه. زمینی که گفته میشه برایندی از تفکرات کسانیه که روش دیدگاه های مختلف هم داشتن، یعنی با توجه به پروسه‌ای که از زمان در واقع انتشار نسخه اول منشور به وجود اومد. بله، خب همون نسخه اول هم سعی شده بود با توجه به دیدگاه های مختلف و نقطه اشتراک دیدگاه های مختلف فعالان جنبش سبز سعی بشه. در ویرایش دوم هم سعی شد که این بازبینی ها با جلب مشارکت بیشتر صورت بگیره. انشالله ویرایش های بعدی هم باید حتما در راه باشه و در دستور کار قرار بگیره و باز هم ما بتونیم با مشارکت و با نقد و بررسی و اونچه که الان هست و همچنین دیدگاه های دیگر بتونیم این ویرایش دوم هم ارتقا بدیم سطحشو. خب ببینید، من اجازه میخوام که بحث رو به دو قسمت تقسیم بکنیم. اگر موافق هستین یه لحظه هنوز تأمل بکنیم رو بحث عدالت، بعد بریم راجع به اون بحث به اصطلاح قومیت ها و تبعیض و تبعیض جنسیتی و غیره که بحث های خیلی مهمی هست و واقعا به سطح مجزا بحث بشه و در اونجا هر دو باز جنبه عدالت و آزادی ارجفتش هست. ولی یه ذره صبر کنیم راجع به این بحث عدالت. ببینید، یک مسئله بسیار حائز اهمیتی الان در کشور ما هستش که حقوق اقتصادی و اجتماعی بخش مهمی از جامعه نادیده گرفته شده. ما باید به دنبال یک توسعه پایدار باشیم، توسعه فراگیر باشیم. نمیخوام که توسعه رو محدود کنم به بحث صرفا اقتصادی، ولی علی حال وقتی ما از حقوق بشر صحبت میکنیم، حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی جایگاه مهمی داره. بحث مربوط به تأمین اجتماعی، بحث مربوط به حق مسکن، حق تغذیه، بحث مربوط به کار، حق بر کار، حق برداشتن یک درآمدی که فرد بتواند زندگی همراه با کرامتی رو داشته باشه، همه اینا مهمه. اگر من همه آزادی های دنیا رو داشته باشم ولی از عهده تأمین مایحتاج اولیه خودم بر نیایم، نمیتوانم به خوبی از اون آزادی ها استفاده بکنم. اگه من آزادی رفت آمد داشته باشم، آزادی بیان داشته باشم، آزادی قلم داشته باشم، آزادی‌های فرهنگی هم داشته باشم، ولی توانایی مالی و اقتصادی تحقق اونا نشه باشم، بسیار دشوار خواهد بود. البته خب مثلا بحث آزادی قطعا عقیده و بحث آزادی بیان از سایر مقوله‌های مقداری جداست، این یک چیز بسیار فراگیریه. بله، آدم در هر شرایطی حتی با نداشتن حداقل‌ها هم بازم میتواند، لازم هست و باید اصلا آزادی عقیده آزادی بیان رو داشته باشه و ازش میتونه استفاده بکنه. ولی حتی به کارگیری کامل آزادی بیان هم بدون یک اندکی از توانایی اقتصادی امکان پذیر نیست. اگه شما بخوای یک روزنامه منتشر کنی، باید که توانایی تأمین مخارجونه داشته باشی و اینا خیلی حرفا برای گفتن داری ولی نمیتونی اونا رو بگی چون جایی نداری برای اینکه منتشر بشه. خب به هر حال میخوام بگم که خیلی به زبان ساده اینا خیلی با هم دیگه ارتباط دارن، ولی علاوه حال در جامعه ما مشکل اساسی و عمده‌ای داریم. ما در شرایط حاضر علارغم اینکه در این
6 سال اخیر درآمد نفتی بسیار بالایی داشتیم و از نظر اقتصادی شرایط بین‌المللی و شرایط داخلی چنان مهیا بوده که ما میتوانستیم کشور رو به درجات عالی از توسعه سوق بدیم در زمین‌های مختلف و زمینه احقاق حقوق مشروع اقتصادی اجتماعی و مدنی سازی رو فراهم بکنیم، این کار انجام ندادیم. نرخ بیکاری، تورم و سایر موارد نشون میده که ما چقدر در این زمینه عقب موندیم و عقب گرد داشتیم. خب این ناکارآمدی رو خیلی از در واقع مخالفان جنبش سبز ناشی از حالا حتی تو دولت در واقع تحت تأثیر عملکرد معترضان به دولت میدونن، یعنی کارشکنی های در واقع حالا بیرون، اتفاقات و تحولات منطقه و حتی در داخل وضعیت معترضان انتخابات رو، همه اینها رو ناکارآمدی هایی میدونن که در واقع تحت تأثیر این عوامل هست. ببینید برحال یک دولت که کار میکنه شرایط عوامل مختلفی مؤثر هستند، نمیشه اونا رو در نظر نگرفت، غیر منصفانه خواهد بود که هیچ از شرایط در نظر نگیری، ولی بررسی کنیم یک به یک ببینیم آیا این فرافکنی یا واقعیه. آنچه را که در این وره مشخص مطرح میشه یک فرافکنی بیش نیست. آیا نیازی بود که در رابطه با ادعای بررسی انتخابات حرکت مردم به صورت خشن سرکوب بشه و بعدن ادعا بشه اگر مردم اعتراض میکنند این اعتراض مانع توسعه کشور هست؟ هیچ کشور دموکراتیکی همچین ادعایی نکرده. در همه کشورهای دنیا گروه های از مردم یا احزاب سیاسی یا جریانات سیاسی میتوانند نسبت به مسائلی معترض باشند. به همین خاطر استش که در یک نظام دموکراتیک مکانیزم های کاملا مشخصی معین شده تا مردم بتوانند با توسل به اون مکانیزم ها با حفظ نظم و امنیت کشور نقطه نظرات خودشون رو بیان بکنند و اگر لازم هست تحولات لازم صورت بگیره. چه اتفاقی افتاده؟ آیا جنبش سبز مردم به دنبال سرنگونی بودند؟ به دنبال آشوب بودند؟ به دنبال خشونت بودند؟ اونها در ابتدا به دنبال رأی خود بودند و اینکه اجازه داشته باشند به صورت مسالمت‌آمیز اعتراضات خودشون رو بیان کنند. شما نگاه بکنین صدا و سیمای ایران در هر روز از سراسر دنیا تصاویر رو پخش میکنه که مردم در حال تظاهرات در خیابان‌های خودشون هستن. حالا گاهی اوقات مربوط میشه به کشورهای دموکراتیک که خب گاهی اوقات ما میبینیم که اونها رو تبدیل به یک فاجعه میکنن و اینی که چنین اتفاق و چنان اتفاق افتاد در صورتی که هیچ اتفاق رخ نمیده، مردم میان در خیابونها خیلی عادی و راحت تظاهر خودشون صورت میدن، با سلامت کامل با امنیت کاملا به خونه برمیگردن. حتی اگر بعضی از اونها دوچار هیجان بشن و اعمالی انجام بدن که بوی خشونت داشته باشه، با حداقل برخورد با اونها با در واقع کنترلشون و حداقل برخورد پلیسی و قضایی آزاد میشن میرن دنبال کارشون و هیچ اتفاقی هم رخ نمیده. شما نگاه بکنید که مگه همین صدا و سیما و مسئولین دولت کودتا نیستن که ادعا میکنن از تظاهرات مردم تونس، لیبی یا مصر یا بحرین حمایت میکنند؟ مگه نمیگن که حق
مردم همه کشورها هستش که تظاهرات کنن؟ مگه نمیگن که وظیفه همه دولت‌ها هست که باید حقوق مردم رو رعایت کنن؟ مگه نمیگن که مردم بحرین چیزی نمیخواهند غیر از اینی که به مانند دیگر شیعیان بحرین چیزی نمیخواهند به جز اینکه به مانند دیگر شهروندان بحرینی دارای حق رأی و حق مشارکت در اداره امور کشور باشند؟ اونها میخوان که شهروند درجه دوم تلقی نشن، به مانند شهروندان دیگر باشن. خب پس بنابراین همه قبول میکنن که این نوع اعمال چیز طبیعیه، حق مردم هست. چطور میشه که در جای دیگه حق مردم هست، در ایران حق مردم نمیشه و موجب آشوب و تزلزل و از بین رفتن امنیت کشور، استقلال کشور یا توقف رشد اقتصادی کشور میشه؟ خب این یک بهانه بیش نیست. ببین، ناکارآمدی دولت یه چیز کاملا مشخصه، لازم هم نیستش که هیچ کسی باور دیگه نمیکنه اگه اینا بخواد به جنبش سبز و غیره وصل بکنه. خب توهم بسیار طولانی مدتی که به وجود آمده در مورد اینی که هر چی در کشور اتفاق میفته مربوط به قدرت‌های خارجی یا دشمنان هست، به نظر ما میرسه که مثمر ثمر نیست. باید که رو راست بودا مردم و واقعیت گفت. ببینید، تاریخ جباریت و جبارا نشون میده که اونایی که به سمت اقتدارگرایی پیش میرن و رأی مردم رو مورد توجه قرار نمیدن، غالباً با ادعای این که میخواییم وضعیت رو تغییر بدیم، وضعیت رو بهتر بکنیم، از مردم میخوان که از آزادیاشون بگذرن و به اینها اجازه بدن که اقتدارگرایانه وضعیت رو تغییر بدن و بهتر کنند و به این ترتیب کارآمدی رو منشأ مشروعیت خودشون تلقی میکنند. اینها حتی اینم ندونستن انجام بدن.